قد بسی که دارن و فرم بومی و محلی که هستن. من خب توی سالهای اخیر انقدر عروسک ها و اسباب بازی های مختلف در بازار موجوده، شاید خود بچه های روستاهای مناطق و مناطق محلی هم این عروسک ها رو کم کم تغییراتی درشون حاصل شده باشه و شاید اصلا فراموش کرده باشن. اما اینکه اینها دوباره احیا بشن و بخوان در دسترس بچه های روزگار معاصر هم قرار بگیرن، قصه که سرکار خانم آمن خادمی قراره که برای ما راجع به اون صحبت بکنند. این عروسک لیلی عروسک بومی محلی منطقه نوراباد ممسنی از استان فارسه. حالا خانم خادمی فکر میکنم که پشت خط هستن. پشت خط هستن. سلام مرا اگر میشنوید. سلام خانم خادمی. سلام. سلام خانم میرکلیمی. سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه با هم انسان. در خدمتتون هستم. سلامت باشید. خانم خادمی، این عروسک لیلی رو ما الان اینجا داریم تصویرش رو میبینیم، اما اینکه چه قصه‌ای داشته و احیای دوباره چه شاخصه‌هایی داشته که شما ترغیب کرد به اینکه این عروسک رو بخواید بازسازی